راز کامیابی جنسی، نوشته مهوش، جلد اول و دوم. این کتاب حاصل اعترافات زنی است که عمری سوخته و شمع محفل دیگران بوده و خودش خبطها و اشتباههای فراوان مرتکب شده و اینک برای آنکه لااقل از نتیجه تجربیات، اطلاعات، اشتباهات و از کامیابی‌ها و موفقیت‌های خود دیگران را نیز بهره‌مند کنند، به نوشتن این سطور مبادرت ورزیده است. بخشی از متن کتاب. راز کامیابی جنسی به قلم بانو مهوش، خرداد 1336. به خوانندگان این کتاب. این کتاب در نهایت امانت و با رعایت اصول علمی و روانشناسی و استفاده از یک عمر تجربه جهت استفاده نسل جوان، پسران و دختران، زنان و شوهران جوان نوشته شده است تا با راز کامیابی جنسی آشنا شوند و بدانند که زن و مرد چگونه از راه مشروع می توانند لذت زناشویی را به سرحد کمال برسانند. اطمینان دارم هر پسر و دختر و هر زن و مردی این کتاب را مطالعه کنند، در آن چیزهایی خواهند یافت که تا کنون از آن بیخبر بودند. این کتاب به شما درس عشق و زندگی می دهد. شما را به سرچشمه عالی ترین و زیباترین لذت های دنیا رهبری می کند. این کتاب حاصل عمر و تجربه زنی است که سالها همچون شمع سوخته و به اطراف خود عشق و شور و زندگی و لذت پاشیده است. این کتاب کلید فتح قلوب زنان و مردان است. بعد از آن که مطالعه فرمودید، تصدیق خواهید کرد که در نوع خود بی نظیر است. مهوش. تجربیاتی که یک عمر اندوختم. ای پسران و دختران، ای زنان و مردان جوان، به خصوص ای خواهران عزیزم و ای همجنسان لطیف من، من اینک نتیجه 10 سال تجربیات خود را که زائیده معاشرت ممتد با مرد و یا مردان متعدد بوده است را برایتان در اختیار میگذارم و آن را به رایگان به شما میدهم. به شما میگویم که با مردان چگونه باید رفتار نمایید و به مردان هم یاد میدهم که دل جنس لطیف را چگونه میتوانند به دست بیاورند. مطالبی که من در اینجا مینویسم حاصل یک عمر تجربه و عشق و دلدادگی و کامیابی و ناکامی من است. این مطالب چون حاصل تجربه زنی است که با کمال سادگی و صداقت در اختیار شما می‌گذارد، فوق‌العاده گرانبهاست. من اطمینان دارم هر زن و مردی که طبق آنچه من می‌گویم رفتار کنند، مادام العمر محبوب کسی خواهند بود که دوستش دارد. ممکن است مطالبی که من اینجا عنوان می‌کنم در بعضی از کتب روانشناسی، کتب جنسی هم نوشته شده باشد، اما اطمینان دارم به خوبی آنچه من در این کتاب یادآور می شوم در هیچ کتابی و رسالی فراهم نیامده و برای تمامی خوانندگان بسیار 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 مفید خواهد بود. این کتاب راز خوشبختی و کلید آگاهی جنسی و کامیابی و لذت است. این کتاب حاصل اعترافات و تجربیات زنی است که عمری سوخته و شمع محفل دیگران بوده و خودش خبطها و اشتباهات فراوان مرتکب شده و اینک برای اینکه لااقل از نتیجه تجربیات، اطلاعات، اشتباهات، از کامیابی‌ها و موفقیت‌های خود دیگران را نیز بهره‌مند کند، به نوشتن این کتاب مبادرت ورزیده. خلاصه باید بگویم که من عمری مثل شمع سوخته و پیرامون خود را روشن کردم. چه بسا و چه بسیار عشق بازی کردم، چه بسیار معشوق و چه بسیار عاشق بودم، چگونه کامیاب شدم و چرا شکست خوردم، چرا مرد محبوب و آنکه محبوب من بوده است از من بریده است، چرا توانستم قلب مردم را و مردان را تسخیر کنم. اینها را میگویم
خلاصه صادقانه برای شما اعتراف میکنم که زندگی من سراسر آمیخته با عشق و شهوت و دلدادگی بوده است. در این مدت گاهی کامیاب و زمانی شکست خوردم. در هر حال تجربیات گرانبهایی اندوختم که اینک با کمال صفا و سادگی در اختیار شما میگذارم. از شما ای خوانندگان عزیز انتظار دارم که به پاداش زحمت من، به خاطر کامیابی‌ها و ناکامی‌های من، برای شکست‌ها و موفقیت‌های من و بالاخره دل سوخته و دردمند من که آرزومند سعادت عموم زنان و مردان جوان است، این سطرها را با دقت بسیار بخوانید. تربیت جنسی اطفال. چون به نظر من تربیت صحیح اطفال از اهم وظایف است، فصل اول این کتاب را به چگونگی تعالیم جنسی بچه ها و جوانان تخصیص دادم و در فصول بعدی از راز کامیابی جنسی سخن خواهم گفت. و در ابتدای سخن توصیه من به تمام کسانی که از این رهگذر دچار مشکلی شده اند این است که قبل از این که به خود بیاندیشند در فکر نسل آینده و بچه های خود باشند، برای آنکه آنها بدبختی های آنان را نداشته باشند و سعی کنند که از اول آنها را با الفبای جنسی آشنا کنند. یک مادر همونطور که به فرزند خود غذا خوردن، راه رفتن، لباس پوشیدن و به طور خلاصه آیین زندگی می آموزد، به هنگام خود باید او را به طریق استفاده از غریزه جنسی آشنا کنند. پدران و مادران در حال این نکته را می فهمند که مهمترین و عمیق‌ترین و اساسی ترین حرف زندگی در غریزه جنسی نهفته است. بشر بیش از آنچه که برای خوردن، پوشیدن، تفریح، صاحب مقام رفیع شدن و غیره می کوشد، برای ارضای تمایلات جنسی خود نیز می کوشد. ای بسا که سایر غرایز تحت شعاع این غریزه قرار دارد. زیرا به جرأت می توانیم بگوییم که بشر می خواهد خوب بخورد، خوب بپوشد، صاحب مقام رفیع بشود تا در نتیجه کامیابی جنسی بیشتری داشته باشد و آن را که دلش و جانش می خواهد در آغوش بکشد. حال که این غریزه مافوق غرایز دیگر قرار گرفته و بقای نسل انسان نیز بستگی مستقیم بدان دارد، چه علت دارد که ما فرزندان خود را به سایر نکات کم اهمیت زندگی آشنا کنیم و در مورد اینکه اصل زندگی است کوتاهی نماییم؟ باید دانست که قسمت اعظم بدبختی های فرزندان انسان و سرمنشأ تمام جنایات و خلافکاری ها و ناکامرانی ها عدم تربیت صحیح جنسی و استفاده غلط و نابجا از این غریزه مقدس الهی است. پس ما برای خوشبختی، اگر واقعا مفهومی داشته باشد، ابتدا باید بچه های خود را با رموز این کار آشنا کنیم. یعنی باید بدانیم که بچه های ما خواه و ناخواه هر کدام بنا به استعداد و ساختمان مغز خود در یک سن معینی از کسان خود میپرسند که ما از کجا آمدیم. کاری نداریم که این سوال تا آخر عمر تکرار میشود و بشر جواب درست و قانع کنندهی برای آن نمییابد، ولی وقتی طفل این سوال را میکند، غرضش چیز دیگری است و به او جواب نسبتا صحیحی می توان داد. به جای اینکه بگوییم که ما تو را از لای خاکه زغال‌ها پیدا کردیم، یا آنکه بگوییم شکم مادرت را پاره کرده و تو را درآوردند، حق این است که حقیقت قضیه را تا آنجا که در سن و سال اوست و می گنجد به او بگوییم. البته بعدها این سوال عمیق‌تر خواهد شد، تا آنجا که هر پدر و مادری وظیفه دارد و وظیفه دار هست که به دختر خود قبل از قاعدگی و به پسر خود قبل از بلوغ تمام حقایق جنسی و معنی روابط همسری و لذت جنسی را بدون هیچ پرده پوشی بگوید. عشق و ازدواج دختران و پسران جوان.
با تجربه ثابت شده است پسران و دخترانی که در این زمینه اطلاعات صحیح داشتند کمتر منحرف شده و گرفتار عشقهای بی سرانجام نگردیدند و در نتیجه در جوانی گرفتار جنونهای ناشی از امراض جنسی نشدند. این دستوری است که قبل از هر کار باید بدان توجه داشت، یعنی به بچه ها و جوانان باید حقایق موضوعات جنسی را بدون هیچ پرده پوشی گفت و نوع و کیفیت این لذت را به خوبی برای آنان روشن ساخت. بعدها که این جوانان به حد رشد و بلوغ رسیدند، وظیفه پدران و مادران است که در مسئله ازدواج و عشق آنها کمتر مداخله کنند، خصوصا مسائل اخلاقی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را در وضعیت عشق آنها مداخله ندهند و کوشش داشته باشند که انتخاب آنها بر اساس همین انتخاب طبیعی مستقر باشد. این عمل گذشته از آن که آنان را یک عمر از لذت‌های جنسی بهره‌مند خواهد ساخت، خود به خود موجب اصلاح نژاد بشری نیز خواهد گردید و این تفاوت‌هایی که امروزه در میان فرزندان انسان هست طی سالیان که البته دراز خواهد بود از میان خواهد رفت. بدین شرح که خود طبیعت خواهان اصلاح نژاد آدمی است. چگونه میان زن و مرد عشق به وجود می آید؟ چنانچه می بینیم معمولا یک زن کوتاه قد ذاتاً مرد بلند بالایی را دوست دارد و بالعکس. این میل طبیعی برای چیست؟ برای آن است که طبیعت می خواهد از آن بلند و کوتاه فرزند بیاورد که متناسب باشد، نه بلند و نه کوتاه. شما می دانید که زنهای 35-6 ساله، یعنی زنهایی که نزدیک از خورشید زیبایی در لابلای خطوط چهرهشان غروب کند، قلباً و ذاتاً مایل و دوستدار پسر خیلی جوان 18-19-23-24 ساله هستند و اتفاقاً این قبیل پسران نیز خواهان چنان زنانی هستند و برخلاف تصور افسانه پردازان ناآشنا به حقایق جنسی، اغلب عشق‌های شورانگیز نیز میان این دو تیپ به وجود آمده و خواهد آمد. حال چرا اینطور است؟ جواب این سوال خیلی آسان است. برای آنکه طبیعت می‌خواهد آن را که در انفوان شباب است و آن را که می‌رود پیر شود با هم جوش بدهد تا از میانه یک فرزند معتدل به وجود بیاورد. ملاحظه می‌فرمایید که طبیعت در کار خود استاد است. همانطور که حیوانات و گیاهان تحت این تعلیم و تعلیم صحیح زندگی می‌کنند و روز به روز بهتر می‌شوند، اما عقول ناقص ما، قراردادها و قوانین ما، اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی ما سدی محکم به روی این اصل مسلم، یعنی انتخاب طبیعی بسته است و در نتیجه با مشکلاتی روبرو می شویم و بر می خوریم که به راستی زندگی ما را تباه کرده است. و چون زن و مرد در مورد زناشویی برای خود یک حق مالکیت انحصاری نیز قائل هستند و خلاف آن را نمی توانند ببینند، در نتیجه با آن قوانینی که دارند به مشکلات بسیار بزرگی برمی خورند و اینجاست که یک معضل بزرگ و پیچیده زندگی رخ می دهد. آخر شما ملاحظه کنید آن دختر 16 ساله فقیری که به علت فقر ناچار می شود عیال شرعی و قانونی یک پیرمرد فرزن 60 ساله پولدار شود، مسلم است که در برخورد با او نمیتواند از شوهر خود رضایت داشته باشد. طبع جوان او، گرمی و عشق سوزان او، آتش و تمایلات او را یک پیرمرد افسرده که ای بسا آتشهای عهد جوانی را در آغوش میخوارگی خاکستر کرده چگونه میتواند فرو بنشاند؟ در نتیجه شک نیست که این دختر جوان اگر شوهرش پسری داشته باشد اول بار و اگر نداشته باشد به جوانان همسایه چشم خواهد دوخت. او گناه ندارد، آتش سوزان دردناکی دارد. آری، او می‌خواهد آتش خود را فرو بنشاند. شوهرش قادر به این کار نیست. ناچار راه دیگری می‌جوید.
و به طریقی می رود که قانون آن را به رسمیت نمی شناسد. در نتیجه قتل و جنایت و طلاق و هزار نارضایتی دیگر پیش می آید. صرف نظر از تأثیرات شومی که این امور و عوارض روحی آن به حکم وراثت به فرزندان انسان منتقل می کند، که آن نیز باب قابل توجه دیگری است که بحث آن و یادآوری مفاسد و زیانهای شوم و خانمانسوز آن در این مختصر نمی گنجد، چه اتفاقات دیگری که بعد از آن نمی افتد. این حکم درباره مردان جوانی که بنا به عللی به آغوش پیرزنان پناه میبرند نیز جاری است. این قبیل جوانان نیز ابتدا به خیشان زن پیر خود، به خواهر جوان او و احیانا به دختر یا پسر او دل میدهند و رسوایی های دیگری به بار میآورند. راه معشوقه شدن. پس در وهله اول باید یک زن یا مرد از حیث سن با هم متناسب باشند و وصلت آنها فقط و فقط بر اساس تمایلات جنسی برقرار باشد، یعنی هر دو از آن نقطه نظر هیکل و شخصیت و قوای جنسی و این چیزها همدیگر را بشناسند، حتی اجازه داشته باشند مدتی با هم معاشرت کنند و ببینند که آیا واقعا می توانند یکدیگر را از نظر جنسی سیراب کنند یا نه. این مسئله مهمی است که پس از تربیت صحیح جنسی اطفال و جوانان در وهله اول اهمیت قرار دارد. آنها که فحشا را تقبیح می کنند، معلمین اخلاقی که روابط پنهانی را محکوم می کنند، ابتدا باید این راه را صاف کنند، یعنی باید ابتدا علت را از میان بردارند و در این صورت معلول خود به خود از میان خواهد رفت. ورنه این چه اصراری است که مثلا ما از یک طرف نهر آب را به روی خانه خود باز کنیم و از طرف دیگر با سنگ و خاشاک بخواهیم جلوی آن را بگیریم و وقتی که آب طغیان کرده و سنگ و خاشاک را کنار زده و داخل خانه ما شد فریاد و واویلا سر دهیم و آب را مقصر شناخته و فرزند تحویل دادگاه دهیم؟ حال بعد از آن که از نظر جنسی رعایت این نکات به عمل آمد، جای دارد که دو جوان از نظر روحی نیز با هم هماهنگ باشند. هرچند در این زمینه طبیعت کار خود را روی حساب انجام می دهد و معمولاً دو نفر دل داده گذشته از مشخصات جسمی، خواه و ناخواه از نقطه نظر روحی نیز با یکدیگر نوعی سنخیت خواهند داشت. اما چون این شناسایی بسیار دقیق و باریک است و گاه گاه تحت شعاع میل شدید جنسی که در جوانان فوق‌العاده سرکش است قرار می‌گیرد، لازم است در این مورد دقت بیشتری شود و فقط در این قسمت است که پدران و دوستان و مربیان جوانان می‌توانند صادقانه آنها را کمک کنند، زیرا از نظر جنسی هیچ کس حق مداخله در انتخاب و سلیقه دو نفر را نخواهد داشت. مسلماً عشق و تمایلات و انتخابات آدم‌ها بستگی به سلسله علتهایی دارد که ای بسا خود آنها از تشخیص آن عاجزند. در این صورت کسانی که به کلی شخصیت مجزا و دیگری دارند چگونه می‌توانند در آن مورد قضاوت کنند؟ آری، اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. اینجاست که پدران و مادران و مربیان ما بدون آنکه در گفته خود اصرار و سماجت به خرج دهند و نوعی بیان مطالب کنند که جوانان دلداده را خوش نیاید، لازم است آهسته و آرام با لحن صادقانه که بدون شک مؤثر خواهد بود، زوایای روحی آن دو را بیشتر برای یکدیگر باز کنند. اجازه بدهند که طی معاشرت‌ها و ملاقات‌های مداوم و کاملاً بی سر خر آنها یکدیگر را بشناسند، ابتدا از نظر جنسی یکدیگر را سیراب کنند و پس از فرو نشستن این آتش به مسائل روحی و اخلاقی و ذوقی خانواده پی ببرند. مشکل بزرگی است که اگر دو نفر همدیگر را نفهمند، زبان یکدیگر را درک نمی‌کنند.
دردهای روحی هم را نمی شناسند. دردهایی که قسمت اعظم آن ناشی از عدم تناسب همسری اجدادشان و عدم رعایت همین نکات بوده و به حکم ارثیت به آنها رسیده است. چگونه می توانند یک دیگر را راضی نمایند؟ این است نکته مهم دیگری که باید در روابط جنسی دو جوان مورد دقت قرار گیرد. عشق مرد چگونه باقی می ماند؟ باید دانست که امروز در عصری زندگی می کنیم که یک نفر مرد به تنهایی نمی تواند و نباید بار خانوادهش را بکشد. جفت او هم باید کاری کند و از نظر امرار معاش کمکی به خانواده خود نماید. برای حصول بدین مقصود نیز باید دختران را طوری بار آورد که کار و حرفه و شغلی داشته باشند و به طور خلاصه خرج خود را بتوانند در بیاورند و استقلال اقتصادی داشته باشند. چنانچه امروز زنان اغلب کشورهای مترقی چنین حالتی را دارند. بعد از آنکه تمام این نکات رعایت شد، باید دید که یک چنین زن و مردی که از هر حیث با یکدیگر متناسب هستند چه باید بکنند که از نظر جنسی از یکدیگر رضایت بیشتری داشته باشند. اینجا ابتدا نقش زن را باید جستجو کرد، زیرا نقش او حساس‌تر است. به جا و به حق او را لطیف نام نهادند. باید آیین دلبری را خوب بداند و به خوبی بفهمد که با حسن خلق اهل نظر را میتواند صید کند و مرغ دانا را با دام و دانه تنها نمیتوان گرفت. نکاتی که زن باید رعایت کند. نکاتی که زن باید رعایت کند آن است که هیچگاه و هیچ دقیقه از زیبایی خود غافل نباشد. در هر حال هنگامی که پیش چشم مرد دلخواه خود می رود، باید قبلاً خود را در آینه ببیند و خودش را کاملاً بپسندد و از جمال خود راضی باشد. در آرایش خود رعایت نظر و سلیقه مرد دلخواه خود را بکند، نه اینکه کورکورانه به دنبال مد روز برود. مد هر چه باشد ممکن است خلاف سلیقه مرد باشد. مثلا اغلب مردان شاعر پیشه و هنرمند ایران گیسوی بلند و پریشان و غیر مرتب زن را دوست دارند. حالا اگر زن به پیروی از مد روز موی سر خود را کوتاه کند، اگر چشم مردش به دنبال گیسوی دراز زن دیگری رفت، نباید زیاد هم از او برنجد. زن در نوع آرایش نیز باید با تیزهوشی خاصی سلیقه شوهر خود را دریابد. در خرید لباس مخصوصاً باید ذوق او را در رنگ و نوع دوخت باز هم بدون توجه زیاد به مد روز دریابد. قبل از انتخاب پارچه و لباس با او مشورت کند. رنگی را که او میپسندد انتخاب نماید. در چگونگی دوخت لباس حداقل نظر او را جویا شود. زن همیشه باید معطر و خوشبو باشد. باید بوی مخصوص او همیشه در مشام جان شوهرش باشد. زنها از بوی بغل و دهان پرهیز کنند و اگر می‌خواهند سیر یا پیاز بخورند، اول مقداری از آن را به خورد شوهر خود بدهند. فوق‌العاده تمیز باشند. حمام رفتن را هرگز فراموش ننماید. پرخوری از جمله کارهایی است که زن را از نظر مرد می‌اندازد. زن یک موجود لطیف است و تمام کارهایش باید توأم با لطافت باشد. نکته خیلی مهم این است که مرد هیچگاه نباید متوجه شود که زنش چه موقع و چه هنگام به مستراح می‌رود. این نکته ایست که من رعایت آن را 100% به زنان جوان یادآور می شدم. برخلاف تصور بسیاری از زنان، معتقدم که تخت خواب بلکه اتاق خواب زن باید از شوهر جدا باشد. زن باید تا شوهرش بیدار است به خواب نرود. اکثر موجودات چه مرد و چه زن در خواب قیافه خوبی ندارند. صدای ناهنجاری می کنند.
این حالت زن را در نظر مرد بسیار بد جلوه می دهد. زن باید کوشش داشته باشد تا شوهرش بیدار است نخوابد. این نکته بسیار حساسی است که من رعایت آن را اکیداً متذکر می گردم. زن هیچگاه نباید تصور کند که با مرد خودمانی شده است. همیشه باید اداها و اطوارها و طرز نگاه و لبخندهایی که می داند مردش دوست دارد را حفظ کند. از لبخند مهرامیز قصور نورزد. عشوه و حرکات موزون را هیچگاه ترک نکند. به طور مبهم و نامرئی سعی کند توجه تمام مردان را به سوی خود جلب کند. اما زنهار، این نکته بسیار دقیقی است. هرگز نمیگویم که شوهرش دچار سوء ظن شود. این حمله به شخصیت مرد از آنچنان حمله هایی است که مرد هرگز فراموش نخواهد کرد و گذشته از آن به فکر انتقام خواهد افتاد. اساساً زن را در نظرش پست و حقیر و هرجایی جلوه خواهد داد. سوء زن یا دشمن عشق و خانواده. اینجا از آن نیرنگ های خاص زنانه لازم است. این کار با دقت و زیرکی خاصی باید انجام شود. یعنی خود به خود ریخت و قیافه و حرکات و لبخند و نگاه و مخصوصاً حرکات بدن و تکان پستی ها و بلندی های بدن او باید طوری باشد که جلب توجه همه کس به خصوص مردان را بکند. بدون آنکه چشم زن به سوی مرد خاصی جز مرد دلخواه خود دوخته شود. البته این کار آسان نیست. خیلی ها ممکن است در راه انجام این مقصود کاری کنند که دوچار شکست ها و پشیمانی های دیگری گردند. قرض این است که این جلوه و اطوار باید به قدری ماهرانه انجام گردد که آتش و عشق مرد دلخواه را دقیقاً به دقیقه زیاد کند، بدون آنکه سوء ظن و یا نفرت و بدبینی و حس انتقام جویی او را برانگیزد. هیچ چیز خطرناکتر از حمله به شخصیت مرد نیست. این حمله را هیچ وقت مردها بلا جواب نخواهند گذاشت. من به شما صریحاً میگویم که اگر زنی هستید، بدانید که اگر چنانچه مورد سوء ظن شوهر خود قرار گرفتید، دیگر در نظر او ارزشی نخواهید داشت و شما پست‌ترین موجود در نظر او خواهید بود و آن مرد شما را دشمن خود خواهد دانست و اگر چنانچه زندگی خود را با شما ادامه دهد، دلیلش محبت به شما نیست، بلکه دلایل دیگری از قبیل وجود فرزند و غیره خواهد داشت. من چه بسیار مردانی را می شناسم که پس از آن که به حق یا ناحق نسبت به زن خود سوء ظن پیدا کردند، یا او را طلاق دادند، یا به دیگری پیوستند، و یا اگر هم بنا به ملاحظاتی از قبیل داشتن فرزند و یا مسائل مالی با او زندگی کردند، قلباً از او بریدند و صمیمیت خود را از او پس گرفتند و در دل با او رفتاری بهتر از رفتاری یک کلفت نداشتند. ممکن است این قبیل زنها متوجه این نکات نشوند، ولی من محکم و صریح و قاطع به آنها میگویم که اطمینان داشته باشید که بدبخت‌ترین و سیه روزترین زنان عصر خود هستید و در نظر شوهر و مرد دلخواهشان پشیزی ارزش نخواهند داشت. درست است که ما زنها طی سالها راه مکر و فریب را به خوبی آموختیم. درست است که خیال می‌کنیم خوب می‌توانیم سر مرد را کلاه بگذاریم. درست است که واقعاً در این راه زیرکی و هوشیاری را به حد نبوغ رسانده‌ایم، ولی آن هم درست است که ما عیناً مثل کبک هستیم که سرش را زیر برف کرده و چون خودش جایی را نمی بیند، تصور می کند دیگران هم او را نمی بیند. وقتی زنی به جز شوهر خود متوجه مردی می شود، دوچار حالت التهاب و اشتیاقی است. مالندیشی و بردهداری او را تحت شعاع قرار می دهد و
در نتیجه چون شوهرش در آن موقع چنان حال و التهابی ندارد، چشمهایش خوب می‌بیند و گوشهایش خوب می‌شنود. معنی کمترین نگاه و اشاره و حرفی را که ظاهراً به طور رمز گفته می‌شود به خوبی در می‌یابد. مثلا یک نگاه غیر معمولی به یک جوان، یا مثلا گفتن یک حرف ساده فی‌المثل آن کاسه آب را به من بده، که البته میان من و آن جوان این جمله سابقه‌ای داشته و ظاهراً آن هم خیلی عادی و طبیعی بوده است و خیال می‌کردم یارو نفهمیده است، بعدها متوجه گردیدم که او نه تنها اینها را فهمیده، بلکه متوجه نکات و دقایقی بوده که راستی من خودم هم یادم نمانده است. این حرفهایی که من میزنم زایده چندین سال معاشرت با مرد و تجربه ممتد من است. این نکات اگر رعایت و دقت شود خیلی با ارزش است. در هر حال در پایان این فصل صریح و روشن به همجنسان عزیز خودم میگویم که چه در خفا و چه آشکارا اگر با دیگری رابطه‌ای برقرار کردید، اگرچه این رابطه از مرحله حرف و خنده هم تجاوز نکرده باشد، اطمینان داشته باشید که شوهر شما به همان اندازه که رابطه میان شما و آن برقرار شده مطلع گردیده و اگر به روی شما نیاورده یا اساساً دیگر در نتیجه تکرار این کارها برای شما ارزشی قائل نیست، یعنی نسبت به شما حسادت نمی‌ورزد و شما را محبوب خود نمی‌شمارد، و یا اینکه به ملاحظاتی از همون قبیل که گفتم وجود فرزند و غیره در عین حال که رابطه قلبی خود را با شما گسیخته ناچار نیست سکوت کرده است. ای خانم، اگر شما روزی دیدید که دیگر نمی توانید حس حسادت و غیرت شوهر خود را برانگیزید، اطمینان داشته باشید که شما برای شوهر خود مرده اید و دیگر با او هیچ گونه حسابی ندارید. این است که من در این نکته فوق‌العاده پافشارم و به خواهران عزیز توصیه می‌کنم هرگاه خواستید به مرد دیگری عشق بورزید، اگر واقعاً از نظر خانوادگی و وجود اطفال مانعی ندارید، مردانه موضوع را با شوهر خود به میان بگذارید و از او جدا شده و به دلدار خود بپیوندید. در غیر این صورت اطمینان داشته باشید که گور زندگی خانوادگی و عشق و همسری خودتان را با دست خودتان کنده اید و البته قبل از همه خودتان در این گور سرد خواهید خوابید. با مرد چگونه باید رفتار کرد؟ خانم عزیز، شوهر شما غیر از شماست. شما هم ممکن است در خارج از خانه با مناظر ناراحت کننده روبرو شوید. ولی مزاج اجتماع ما طوری است که اگر شما همه جا با خنده و لطف و دعوت به عشق و مستی و علاقه به همخوابگی استقبال می‌کنید، مشکلاتی که شما در خارج از خانه دیدید سنگین و خرد کننده نیست. به عکس مردان ما، این بیچاره ها در خارج از خانه با هزار مشکل که اعصاب آدم را پاره پاره می کند روبرو گردیدند. برای ادامه حیات ناچار از تملق و تعظیم یکسانی شدند که از خودشان کوچکتر بودند. حقشان پایمال شده. از دوست خطا و بدی و نامردی دیدند و وجدانشان متعلم و ناراحت شده. در کار اداری یا بازاری، یا هر چیز دیگری، بالاخره در کار خود دچار شکست گردیدند. خلاصه مزاج اجتماعی امروزی ما طوری است که هر مرد از وزیر گرفته تا گدا در بیرون خانه با ناملایماتی روبروست، عین کسی که به جنگ رفته است. این سرباز از جنگ بازگشته میخواهد در خانه خود سنگر مطمئنی داشته باشد، میخواهد اینجا استراحت و تجدید قوا کند، میخواهد اینجا آرامش بیابد، میخواهد اینجا لطف زندگی را دریابد. او میداند که همه رنجها را برای همین یک ساعت که در خانه هست متحمل شده. پس وقتی به خانه آمد انتظار دارد که وارد سنگری مطمئن شده باشد.
حالا این دیگر بسته به رفتار شماست. البته مردان طبایع مختلفی دارند که بیشتر بستگی به شغل و کارشان دارند. مثلا یک مرد مایل است به محض ورود به خانه بچه هایش از سر و گوشش بالا بروند و عکس دیگری میل دارد در یک نقطه ساکت و خاموش و آرام به سر ببرد. این نکات و دقایق را زن باید به خوبی تشخیص بدهد و خانه را برای ورود مرد خود واقعا به صورت بهشت و بهشت دلخواه او درآورد. اگر مشکلی پیش آمد، اگر ناراحت شده است، اگر از سنگینی مخارج و کمی پول به تنگ آمده، تمام این مطالب را می تواند در موقع مختزی، ساعتی که شوهرش کاملا رفع خستگی کرده، با جملات و کلماتی که او را امیدوار سازد با او در میان بگذارد، او را به آینده امیدوار کند، شخصیت خود را طوری به او نشان بدهد که اطمینان داشته باشد که اگر فی‌المثل خودش هم نباشد، زنش قادر به اداره زندگی اطفال او خواهد بود. راه جلب مردان به خانه. شما نمی‌دانید اگر به راهنمایی‌هایی که در فصل گذشته کردم عمل کنید، چه معجزه و قیامتی در روحیه مرد به پا خواهد شد. برعکس، اگر که چنانچه مرد در خانه آرامش نداشته باشد و آرامش مطلوب را به دست نیاورد، اعصاب خسته و فرسودش خسته‌تر می‌گردد. از زنش سخنان دروش بشنود، او را در جامعه و اطوار و قیافه لطیف زنانه نبیند، و مسلم است که از آن خانه فراری خواهد شد و جهت آسایش خود و پیدا کردن نقطه امنی که خستگی های روزانه خود را جبران کند، در جستجوی پناهگاه دیگری برخواهد آمد. این قبیل مردان معمولاً یا به دامان تریاک و عرق قمار و یا به زنان روسبی و دخترانی که تشنه مردان جا افتاده و مطمئن هستند پناه میبرند و آسایش خود را در جوار آنان خواهند یافت. و عاقبت چنین کاری، خب عاقبتش معلوم است دیگر، معمولاً به گسیختن روابط زناشویی و به هم خوردن امور خانوادگی منجر خواهد گردید. زنها باید بدانند که هیچ چیز جز لطف و کرشمه و مهر زن در دل سخت و نفوذ ناپذیر مرد نمیتواند رخنه کند. اگر شما با همون لطف اندام و قیافه‌ای که قبلاً گفتم، با همون لباس و آرایشی که محبوب شوهرتان است، با اطوار و کرشمه و حرکات موزون بدن با او روبرو شوید، به این زیبایی ها لطف کلام و عشق و محبت صادقانه را هم بیامیزید، خودتان هم نمیدانید که چه معجزه ای خواهید کرد. این چنین مرد نه تنها در خانه شوهر خوب و پدر مهربانی خواهد بود، بلکه در خارج از خانه هم در سایه عشق و امید موفقیت های پی در پی خواهد داشت. و اگر در خارج از خانه تمام خوشی های عالم را هم جمع کنند، او فقط به خانه خودش خواهد آمد. در غیر این صورت، نه تنها شوهر شما در خانه مردی درنده و بدخو و بدزبان خواهد بود، بلکه چون از وضعیت داخلی زندگی خود راضی نیست و ناراحت است، در نتیجه با اعصاب سالم و فکر راحت نمیتواند حتی انجام وظیفه کند و در نتیجه با شکست‌های پی در پی روبرو خواهد شد و روحیه خود را به کلی خواهد باخت. به خصوص که چنین مردی هیچ لزومی نمی‌بیند که برای راه انداختن وسایل راحت و آسایش اهل خانه چنان خود را به دردسر بیندازد و زحمت زیادی را متحمل گردد. اینجاست که به شما یادآور می‌شوم که ای خواهران عزیز، خیلی متوجه باشید، خیلی دقت کنید که اثر زبان شما کمتر از لطف جمال شما نخواهد بود. حرف را همه طوری میتوان زد. اگر شما میخواهید از حرف خود، از خواهش خود، از نظر خود نتیجه مثبت بگیرید، آن را آن طور عنوان کنید که فوقاً گفتم.
در غیر این صورت باز هم اطمینان داشته باشید که خودتان از زبان خود مثل یک کلنگ استفاده کرده و با آن کلنگ اساس خانواده خود و آینده بچه های خود را زیر و رو کرده. اشیاء خصوصی شوهر. نسبت به اشیاء خصوصی شوهر خود، قلم، کاغذ، دوات، لباس او، صمیمانه عشق ببرزید. آنها را همیشه تمیز نگه دارید تا شوهرتان خاص در اختیارش بگذارید. مرد در خانه بچه است. بهانه جوز و توقعات کودکانه دارد. اگر فیلم مثلا بعد از نهار شما چوب سیگار او را پاک کنید و سیگاری سر آن گذاشته و آتش بزنید و به دستش بدهید، نمی دانید همین کار کوچک چه ها که نمی کند. اگر فرزند شوهر شما آدمی است که با قلم و کاغذ و کتاب سر کار دارد، زنهار اجازه ندهید این چیزها که او شخصا به آن عشق می ورزد، همونطور که یک بچه عروسک خود را دوست دارد و به آن عشق می ورزد، این و آن بیفتد و کثیف و پاره شود. یا اینکه اگر فی المثل جوهر بخواهد، جوهر ریخته یا تمام شده باشد، اینها نکات بدیهی و خیلی کوچکی است، ولی شما نمی دانید که رعایت آنها چقدر در روحی یک مرد موثر می تواند باشد. در حفظ نظافت لباس هرچه توصیه کنم کم گفتم، زیرا رعایت این امر گذشته از آن که در موفقیت‌های خارجی او تأثیر بسزایی دارد، اساساً یک نوع حق‌شناسی در او ایجاد خواهد کرد و از نظر مردم او را آدم مرتب و تمیزی خواهد نمود که هرگز متمایل به لاابالیگری نیست و شما خوب می‌دانید که این مسائل پیش از آن که به نفع مرد باشد، به نفع خود خانوم‌ها خواهد بود. احترام لازمه بقاء عشق است. شما اول بنشینید و پیش خود قانع شوید که شوهرتان آدم محترم است. میگویم بنشینید و در این باره فکر کنید و صمیمانه معتقد شوید که او صاحب شخصیت و قابل احترام است. احترامی که میگویم نه از آن قماش که یک کنیز نسبت به ارباب خود نشان میدهد. این احترام عمیق و صمیمانه است که معشوق نسبت به عاشق، یعنی یک زن نسبت به شوهر دارد، یک مادر نسبت به پدر فرزندان خود باید قائل شود. وقتی که شما او را محترم داشتید، بچه های شما، همسایگان شما، خصوصا اقوام خود، یعنی پدر و مادر و خواهر و برادر و پسر عمه های دست دیزی شما، خلاصه همگی برای او احترام قائل خواهند بود و این احترام صمیمانه او را قانع خواهد کرد. ای وای از زمانی که برادر یا پدر و یا مادر زن نسبت به دامادی به احترامی کنند. رعایت مردانگی و شأن پدری و شخصیت او را ننمایند. در این صورت شوهر کینه آن را از زن خود به دل می گیرد. قهرن از آن احترام خود نسبت به او می کاهد. و همین رفتار چون جرقهی که در خرمن پنبهی بیفتد، آتشدانی خواهد شد که برای سوزاندن و خاکستر کردن یک کاروانسرا کافی خواهد بود. نکته مهم دیگر رعایت احترام خیشان شوهر خود که در رأس آنها مادر و پدر شوهر است و بعد خواهر و سایر خیشان او می باشد. دوستان مورد احترام او را نیز تا همین حد که او با آنها صمیمی است احترام کنید. اما در معاشرت و گفتگو با دوستان شوهر خود هر چقدر هم با او صمیمی باشند مبالغه نکنید. مطلقاً گله او را نزد دوستانش نبرید که عکس العمل خوبی نخواهد داشت. حتی المقدور از معاشرت‌های دوستانه خانوادگی، به خصوص معاشرت‌هایی که با میگساری و قمار و غیره توام است، خودداری کنید.
در میان خیشان، نزدیک و دوستان شوهر شما مردان و جوانانی هستند که با او حس رقابت دارند. این حس معمولاً از طفولیت شروع شده و معمولاً تا 45 سالگی باقی می‌ماند. شما باید با هوش فطری خود این رقیبان را بشناسید و برتری شوهر خود را نسبت به آنان درخشان کنید. و اگر فرزند شوهر شما از حیث ثروت و مقام اجتماعی از آنها عقب بود، ثروت و مقام آنها را ناچیز جلوه داده و شخصیت شوهر خود را بستایید. در صورتی که من اطمینان دارم اگر شما چنین زنی باشید، شوهر شما در میان آشنایان و خیشان خود به طور حتم از همه جلوتر و صاحب مقامتر و ثروتمندتر خواهید بود. عشق‌های جوانی. اطمینان داشته باشید که شوهر شما قبل از شما هم عشقی داشته، با زنانی روابطی را به هم زده، کسانی را دوست داشته، قول ازدواج و غیره را هم داده. اولا شما در ظاهر امر زیاد مقید نباشید که آنها را از زبان شوهر خود بشناسید، بلکه کوشش کنید که از مراکز دیگر و زبان دیگران آنها را بشناسید. عشق اولیه مرد عشق سنگین و فراموش ناشدنی است و معمولاً به ناکامی می‌پیوندد. شما سعی کنید حالت‌های اولین عشق شوهر خود را پیدا کنید. قیافه او، رفتار او، تون صدای او، طرز حرف زدن او، شخصیت اجتماعی او و چیزهای دوست داشتنی او را بیابید و بدون آنکه تقلید کنید، تقلید او را با خود تطبیق دهید. این کار را حتما بکنید، خصوصا که به طور حتم چیزهایی در شماست که در آن معشوقه اولی وجود داشته است. به عبارت دیگر، شما کم و بیش شباهتی به اولین عشق شوهرتان دارید و در راه تقلید صحیح از او به خوبی می توانید موفق شوید. زنهار از عشقهای خود، از کسانی که دوست داشته اید، از خواستگاران خود مطلقاً با شوهر خود حرف نزنید. هرگاه از شما سوال کرد به او بگویید عزیزم، من جز تو عشق و امیدی ندارم و اینها که تو میگویی مطلقاً به یادم نمانده است. وقتی که خورشید طلوع کرد، خود به خود ستاره ها ناپدید می شوند. وقتی که تو آمدی و خورشید وجود تو در افق زندگی من دمید، اگر ستاره هایی هم در آن افق زمانی می درخشیدند، خاموش و چنان ناپدید شدند که من فراموششان کردم و دیگر به چشمم نمی آیند. اما با یک حرامزادگی خاص و زبردستی زنانه، اگر خواستارانی را داشته اید که بهتر از شوهرتان بوده اند، به وسائل دیگر به اطلاعش برسانید، یعنی اشخاص دیگری به او بگویند، نه خود شما. در این زمینه اگر دروغ‌هایی هم تحویل شوهر حالوی شما داده شود، بد نیست. مثلا به او بگویید که همین پسر فلان ممالک که الان وزیر فلان وزارتخانه است و در کوچه شما مسکن داشته، عاشق بیقرار شما بوده و پدر و مادر شما هم حاضر بودند شما را به او بدهند. اما خود شما هم مثلا از قیافه یا دماغ و هیکل او خوشتان آمده است. باز هم میگویم اینها یک مرحله حساسی است. شوهر شما مطلقا نباید احساس کلک و تقلب کند و این حرفها را نباید از زبان خود شما بشنود. این حرفها را باید به وسائلی و به شکلی خیشان نزدیک شما با کمال تردستی در مواقع و فرصتهای مختزی به اطلاع او برساند. زیرا این مردها واقعا موجودات عجیب و بدعنقی هستند. همانطور که گفتم مثل بچه ها هستند و وقتی که شنیدید که مثلا فلان آقای معروف خاطرکا و عاشق بیقرار شما بوده و با اینکه خوشگل و خوشقواره هم بوده و شما او را نپسندیده اید و دل به این آقا داده اید، خیلی خوشحال می شود و علاقهش نسبت به شما چندان می گرده.
خب دوستان، این بود جلد اول کتاب راز کامیابی جنسی از خواننده مشهور مهوش که در دهه 1330 این کتاب رو نوشته. جلد دومشون رو هم در یک فایل صوتی دیگه براتون به زودی قرار خواهیم داد. لطف میکنید اگر ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید و لطفاً ما رو به دوستان کتابخون خودتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید و بسیار بسیار ازتون متشکریم که بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.